دقت میکنید که فراخوانی بوده برای اینکه به حال اپوزیسیون آنانی که یعنی میهن پرست هستند اون نوع این یعنی که باید کنش و کنشگری به هر حال نقطه عطف رو از اسرائیل شروع کنن به عنوان یک همپیمان، نه اینی که از کشورهای دیگه. این در پی آنچه که قبلا ما داشتیم و جناب منش امیر جزو افرادی نبودن که برنامه ریزی کردن، جناب جمشید دانا بودن، پروفسور جمشید دانا بودن که این برنامه ریزی رو داشتن و در پی آن هستیم که بتونیم برنامه رو به صورت گسترده تر در یکایی که پای دختیم. بله کیوشیم یا یک ساختاری دنبال تغییر قانون باشه، یا یک سیاست رو نباید شکل کنه، یا مسئله خاصی یک سلطی رو میخواد برانگیزه کنه، یا بگیریم تکنیک های خیلی مختلفی که شامل مذاکره است، تشویق، تحلیل سیاسی و حتی در انتهای مورد تاثیرگذاری بر روابط برای رسیدن به اهداف لابی. وقتی که ما میریم مثلا لابیگرهای بسیار بسیار بزرگ رو که همین لابی بانک بمون لابی اسرائیل هست رو بررسی میکنیم، این لابی غیر از اینکه تو گروه های مختلف امریکا تاثیر داره، تو شخصیت ها تاثیر میذاره، در سازمان های غیر دولتی و حتی تجارت دو جانبه بین امریکا و اسرائیل تاثیر میذاره. و اینکه شما گفتید جمهوری خواه، نه، لابیگری بر هر دو گروه تاثیر میذاره، یعنی بر هر دو گروه جمهوری خواه و دموکرات. حالا من این لینک دوباره میذارم براتون ببینید که همین به قول معروف آیپک چجوری اومده داره پول جمع میکنه برای هم نام زدن دموکرات و هم نام زدن جمهوری خواه برای انتخابات پیش رو. چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه هدف از لابیگری رسیدن به نتایج مورد نظر اون سازمان لابیگری و براش مهم نیست که اون طرف چی داره فکر میکنه. ببینید برای امریکا تغییر رژیم در ایران به قصد تامین منافع ملی ایران و ایرانی و سربلندی و سعادت و رفاه مردمیان تصوری که ما داریم اون ندارن، بلکه اونا اولویتشون تامین منافع ملی امریکا و کنترل اوضاع منطقه خاورمیانه و در نهایت تامین منافع اون حزبشون. یعنی اگر شما پارت به پارت جلو برید، یک تامین منافع مهمترین مسئله در کنگره امریکا و در دولت امریکا و بعد تأمین منافع حزبی که درش هستن و بعد هم کنترل اوضاع شرایط منطقه خاورمیانه. یعنی این سه مورد که مهمترین مسائل سیاست مؤثر در منطقه خاورمیانه هست، برمیگرده به اون ایدئولوژی اون حزب. یا ما بایستی برامون مهم نباشه که دموکرات ها چی فکر کنند، چی فکر کنند، بایستی بریم ببینیم اونها دنبال چی هستن، دنبال چی هستن، یعنی از چه در چون مثل ما فکر نمی کنیم. بایستی اگر بریم در کار سیاست این ویژن رو یا این چشمانداز و مشکلات رو به بشر در ایران باهاش بحث کنیم. جمهوری خواه دنبال این هستن که اسلحه های کانون های اسلحه لابی و تاثیر که لابی آینده ملی ایران که بایستی حتما با لابی اسرائیل در امریکا ارتباط بسیار کلیدی داشته، بگن که آقا اگر اینا به سلاح هسته ای برسن چه اتفاقی در کل منطقه میفته و نارامی هایی که در منطقه ایجاد میکنه. و اون یکی از بزرگترین کارهایی که در لابیگری که میشه انجام داد، گراسروتس لاب یا همون سازماندهی و ساختارگرایی. شما میتونید مردهای حمایت های عمومی رو از جاهای دیگه بگیرید، همین کاری که دارن
گروه‌های پرواسرائیل در امریکا انجام میده، وقتی که تظاهرات میکنن جلوی کنگره و جلوی به قول معروف خود کاخ سفید، این گروه ها مشارکت رو به بالاترین سطح میبرند، جوری که افراد دیگه از اقلیت های دیگه یا حتی از اقلیت ها بیان حمایت میکنند از گروه لابی اسرائیل و چیزهایی که اسرائیلی ها میخوان بکنند. و اسرائیلی ها وقتی سر میز میشینن، چون من رفتم باش میشستم میدونم چی کار بود، یه دوستی اومد اینجا گفت که ما نباید بگیم، نه دروغ نباید بگیم، دقیقا درسته، ولی ما نباید ماهیت سیاستمون رو خیلی راحت از دست بدیم. یک مثال میزنم، حالا آقای رحیمی دوست دارم که این موضوع رو تایید یا رد کنه، مثلا همین گروه لابیگری معتقد هستن که باید وقتی خوراکی خورده بشه کاشر بشه، ولی نمیان وقتی میهمان هستن جایی بگن آقا شما غذاتون کاشر بودی نمیکنید، میان خیلی ساده. ببینید از جملات خیلی مهم هست در بحث ارتباط افراد، ارتباط افراد با گروه ها، نمیگن که ما غذای کاشر رو میخوریم کاشر نیست، میگن اگه امکانش هست به ما ماهی بدید، چون ماهی از نظر دین یهودیت به قول معروف کاشرش کاشر و کاشر بودنش ماهی میخورن، ماهی سرو میشه براشون، خیلی ساده اونجا از این موضع دینی خودشون به این شکل هم دفاع کردن هم بیادبی نکردن در اونجایی که نشستن و مشکلن. یعنی فیلم ما باید با سیاست در همه ارکان زندگی بود جلو بریم، با سیاست آزمون بدیم و باید یاد بگیریم وقتی گروههای متعددی که در اون هستن، که تو همین لینکی که من بالا گذاشتم صفحه سوم نگاه کنیم، یه چیزی حدود 7 گروه اسرائیلی در امریکا دارن فعالیت میکنن، حالا مهمترین شما میشناسی و مگه میشناسی گروههای دیگه هم هستن که همونطور تو به معنی شده و مفاهیم اشتباهی زمان داریم. حالا من زیاد گویی نمیکنم، سخنان سایر دوستان شکر.